دوستان سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه من دو هفته پیش تو اینستاگرام یه سری استوری ها چیدم اصطلاحا یه رشته استوری براتون گذاشتم و توی اون براتون توضیح دادم اینکه جنگی که بین روسیه و اوکراین داره اتفاق میفته چه عواقب اقتصادی برای آدم های مختلف در کشورهای دیگه داره و چه فرصت ها یا چه ریسک هایی رو ایجاد میکنه و شما به عنوان کسی که دارید در این دنیا زندگی میکنید چطور این قضیه رو زندگی شما میتونه تاثیرگذار باشه چه تصمیماتی باید بگیرید تا بتونید در واقع ریسک خودتون رو کاهش بدید یا حتی بتونید سود بکنید متاسفانه به خاطر باگ اینستاگرام داره خیلی اومدن گفتن که آقا ما اون استوری رو ندیدیم استوری تو هایلایت ما هست حالا اگه به هایلایت سر بزنید میتونید ببینیدش ولی من تصمیم گرفتم که توی این فایل صوتی هم یک دوره دیگه برای شما عزیزان توضیح بدم چون به نظرم خیلی مسئله مهمیه تو صحبتی که دو هفته پیش کردم خدمتتون ارز کردم که اولین چیزی که ما باید برای در واقع شروع تحلیل بهش نگاه بکنیم اینه که آقا وقتی جنگ میشه اصطلاحا زنجیره تأمین کالا ها دوچار مشکل میشه زنجیره تأمین کالا یعنی چی های مغرزی؟ زنجیره تأمین کالا یعنی که برای اینکه یک کالایی تأمین بشه به دست شما برسه یک عده یا یک سری شرکت ها یا یک سری افراد به صورت زنجیره باید با همدیگه کار بکنن مثلا یک کشاورزی کار میکنه محصول رو, رو رشد میده یکی میره سر زمین از این کشاورزه میخره میبره کارخونه تو کارخونه مثلا یه محصول بسته بندی میشه بعد یه شرکت حمل و نقل میاد اینو از کارخونه برمی میبره به سوپرمارکت ها مثلا پخش میکنه و شما میتونی از سوپرمارکت محلت میخری پس واسه اینکه شما بتونی یه محصول غذایی رو از سوپرمارکت بخری یه کشاورز یه, کس, یه بازرگانی که از کشاورز خرید کرده یه کارخونه یه شرکت حمل و نقل و یه سوپرمارکت 5 تا گروه مختلف یا 5 تا نفر مختلف به صورت زنجیروار باید با هم دیگه کار بکنن جنگ باعث میشه که یه قسمت های از این زنجیره دچار اخلال بشه و در نتیجه اون محصول به دست شما مصرف کننده نرسه اینو بهش میگن مشکل در زنجیره تامین کالاها حالا بریم ببینیم چه کالاهایی قراره که تو زنجیرهشون به اخلال بر بخورن مسلما اگر یه کالایی به اخلال بخوره یا قحطی میشه یا پیدا نمیشه یا قیمتش میره بالا خب اول از همه به اوکراین نگاه کنیم به اوکراین توی اروپا یه لقبی دادن که به فارسی ترجمهش بکنم میشه نوندونی به اوکراین میگن نوندونی اروپا چرا بهش میگن نوندونی به خاطر اینکه تقریبا تمام محصولات کشاورزی مهم اروپا از صادرات اوکراین میاد اوکراین جزو بزرگترین تولید کننده های حبوبات، سیب زمینی، روغن آفتابگردون و شکره پس اگر اوکراین درگیر جنگ بشه تأمین این مواد خوراکی در اروپا به مشکل میخوره یعنی اروپا دیگه این چیزها رو احتمالا نمیتونه از اوکراین بگیره میزان عرضه این محصولات کاهش پیدا میکنه و قیمتشون تو اروپا افزایش پیدا میکنه پس این در واقع اولین معضلی هستش که برای اروپایی ها ایجاد میشه حالا اروپا همین الانش هم با مشکل تورم داره دست و پنجه نرم میکنه کرونا قبلا اومده و یه ضربات سنگینی به زنجیره تامین کالا در اروپا زده اون کسایی که داشتن کالا تولید میکردن تو اروپا یا کالا پخش میکردن جابجا جا میکردن خیلیشون مریض شدن نتونستن و همین الان زنجیره تامین کالا تو اروپا به شدت تضعیف شده است و تورم بالاست حالا جنگ هم داره در واقع یه قوز بالا قوزی میشه واسه اروپایی ها در ادامه اجازه بده نگاه به, روسیه بندازیم روسیه رو میخوان به خاطر اینکه داره حمله میکنه به اوکراین البته دیگه الان حمله کرده دیگه به خاطر اینکه حمله کرده به اوکراین میخوان تحریمش کنن میخوان چیزی ازش نخرن جلوی صادراتش رو بگیرن خب حالا صادرات روسیه چی هست که میخوان دیگه ازش چیزی نخرن اولین و بزرگترین صادرات روسیه نفت و گازه قیمت گاز توی اروپا طی یک سال اخیر به شکل وحشتناکی بالا رفته حالا که قرار باشه از این به بعد گاز روسیه هم خریداری نشه یعنی گاز تو اروپا کمیابتر میشه و قیمت گاز از اینی که هستم بالاتر میره این نموداری که اینجا میبینید مال اون موقع است مال دو هفته پیشه و همطور که مشاهده میکنید برای تقریبا تمام سالهای 2012 تا 2020 قیمت گاز حول و 20 یورو بالا پایین نوسان می شده و خیلی سالها اینقدر کم بوده که مثلا سمت 4 یورو و 5 یورو می رفته. ولی الان قیمت گاز از 4-5 یورو رسیده به 80 خورده یورو بنابراین قیمت گاز تو از مثلا سال 2015 تا الان حساب بکنیم یک رشد عظیمی داشته و حالا که قرار باشه گاز روسیه هم قطع بشه کم بوده گاز تو اروپا بیشتر میشه و قیمت گاز از این که هستن بالاتر میره این بالا رفتن قیمت گاز هم برای مردمی که مصرف کننده گازن تو خونشون گرون تموم میشه هم برای کارخونه که گاز مصرف میکنن که یه محصولی تولید بکنن واسه اونها هم گرون تموم میشه و در نتیجه محصولات اون کارخونه ها هم قیمتش افزایش پیدا میکنه مثلا یه کارخونه ای که اوره تولید میکنه اوره برای کشاورزی خیلی مهمه یه کارخونه ای که اوره تولید میکنه گاز میسوزونه اگه گاز بالا بره قیمت تولید اوره واسه اون شرکت گرون در میاد بنابراین قیمت اوره هم افزایش پیدا میکنه قیمت اوره افزایش پیدا کنه اوره واسه کشاورزی مصرف میشه قیمت محصولات کشاورزی به هم میره بالا ببینید داره زنجیره وار چقدر فشار میاد به در واقع محصولاتی که حالا اروپایی ها نیاز هستش که مصرف کنند. شاید شما به خود بگی آقا به من چه من که تو ایران نشستم به من چه که تو اروپا داره چی گرون میشه ولی دقت بکنید که اقتصاد دنیا به هم وابسته است شما که تو ایران نشستی خیلی از محصولاتی که مصرف میکنی وارداتی است و از کشورهای دیگه وارد میشه حالا یا مستقیم از اروپا وارد میشه یا بالاخره از کشورهای دیگه میاد و بالا رفتن قیمت جهانی تورمش تو ایران هم تاثیرگذار خواهد بود در ادامه ببینیم که روسیه دیگه چی صادر میکنه روسیه که قرار تحریم بشه بزرگترین صادر کننده گندم دنیاست روسیه به تنهایی 20 درصد گندم کل دنیا رو داره تامین میکنه روسیه تولید کننده یه بزرگ طلا هم هست روسیه به تنهایی 10 درصد کل طلای دنیا رو یعنی یه دونه کشور 20 درصد گندم دنیا و 10 درصد طلای دنیا رو داره تامین میکنه 15 درصد فلز نیکل فلز نیکل برای گالوانیزه کردن استفاده میشه 15 درصد کل فلز نیکل دنیا رو هم روسیه تولید میکنه و البته جزو بزرگترین صادر کننده های مس و آلمینیوم هم هست بنابراین ما انتظار داریم که مس آلمینیوم نیکل اینها هم در دنیا گرون بشن و حالا همون موقع تو استوریام یه نموداری رو گذاشتم که نشون میدادش که چقدر قیمت آلمینیوم و نیکل تو بورس لندن افزایش بده کرده و حتی اینا سقف تاریخی خودشون رو هم شکستن حالا اروپایی ها واسه اینکه بیان جبران بکنن کمبود و گرونی گاز رو رفتن به سمت زغال سنگ گفتن آقا گاز گرونه بخوایم بسوزونیم اشکال نداره زغال سنگ میسوزونیم بهش حالا یه خود آلودگیش بیشتر هست ولی به هر حال فعلا کار اون رو میندازه اما مشکل اینجاست که واردات زغال سنگ اروپا از کجا اتفاق میفته از کجا وارد میکنن از روسیه یعنی اروپایی ها هم واسه گاز هم واسه زغال سنگ به روسیه نیاز دارن در نتیجه این جنگ باعث میشه که هم زغال سنگ به دستشون نرسه اگه بخوان روسیه رو تحریم کنن هم گاز به دستشون نرسه وقتی به دستشون نرسه کمیاب میشه قیمت هم گاز هم زغال سنگ میره بالا خب حالا فهمیدیم که چه اتفاقاتی داره تو دنیا میفته برسیم به این موضوع که آقا ما چطور میتونیم از خودمون محافظت کنیم یا حتی از این اتفاقات سود ببریم جواب این سوال خیلی بستگی به این داره که شما عزیزی که داری این پیام رو میشنوی کجای دنیا زندگی میکنی اگه خارج از ایران هستی میتونی مستقیم از طریق کارگزاریت تو بورس لندن روی آلمینیوم و نیکل و بقیه چیزهایی که قیمتشون داره سود میکنه بری پوزیشن خرید بگیری ترید کنی و مثلا از ترید کردنش سود ببری یکی به من مسیح زده بشه که آقای مرازی وسط جنگ و خون و خون ریزی ما بریم سود ببریم این اصلا وجدان آدم اینا قبول نمیکنه که ما از کشته شدن و جنگ و بدبختی دیگران بخوایم سود کنیم ببین دوست من ما اصلا راضی نیستیم از اینکه جنگ شده من اگر بتونم این قدرت رو داشته باشم جلو جنگ رو بگیرم که میگیرم من اصلا راضی نیستم از اینکه کسی داره میمیره ولی چه من برم تو بورس لندن الان آلومینیوم ترید کنم چه نرم ترید کنم قیمت آلومینیوم داره میره بالا چه من برم نیکل ترید کنم چه ترید نکنم قیمت نیکل داره میره بالا من جنگ و را ننداختم و منم اصلا موافق این که جنگ ادامه پیدا کنه نیستم و ان که هر چه سریعتر صلح در دنیا حکم فرما بشه ولی در حال حاضر به عنوان یک تریدر قیمت یه چیزی داره میره بالا ما میتونیم پیش بینی کنیم و ترید کنیم دیگه به معنی که ترید بکنیم خب سود ازش میگیریم چرا نگیریم خب پس اگر که میتونید ترید بکنید خارج از ایران که خب میتونید ترید بکنید سودش رو ببرید اگر داخل ایران هستید بعضی از بروکرایی که فارکس ارائه میدن کنار محصولات فارکسشون چیزایی مثل فلزات هم هست و شما میتونید رو اونم ترید بکنید و احتمالا سود ببرید اگر تو ایرانی و اهل فارکس نیستی تو خود بورس ایران ببین چه شرکت هایی هستن که صادرات دارن و قیمت جهانی محصولشون داره میره بالا من گفتم دیگه تو دنیا آلمینیوم مس نیکل اینا داره گرون میشه شما ببین تو ایران کدوم شرکت های بورسی ما آلمینیوم و مس و نیکل و اینجور چیزا دارن تولید میکنن صادر میکنن و یه بررسی بکن ببین کدوم یکی از اونها مستعد اینه که از این گرون شدن قیمت جهانی بیشتر سود ببره لزوما همه شرکت های ما عالی نیستن ولی امکان داره یکی دوتاشون خیلی فرصت خرید خوبی روشون پیدا بشه اینو باید حتما بررسی بکنید یه مثال هم اینجا بزنم بعضیها شاید بگن که نه آقا مگه میشه حالا قیمت یه چیز تو دنیا گرون شد چه ربطی داره ما بریم تو بورس تهران سهام شرکتی رو بخریم ببینید دقیقا ربط داره پارسال به خاطر کرونا قضیه‌ای که پیش اومد این بودش که قیمت اوره همون اوره که خود جلوتر مثال زدم گفتم به کالای وزیر رپ داره قیمت اوره به شدت گیرون شد به شدت یعنی قیمتش مثلا از خلوش تونی 200 دلار رفت تا تونی 600 700 800 دلار رفت بالا حالا اوره که اینطوری در دنیا داشت گرون میشد ما اومدیم دیدیم تو ایران سه چهار تا شرکت هستن که اوره تولید میکنن صادر میکنن رفتیم این سه چهار تا شرکت رو بررسی کردیم دیدیم یکی دوتاشون خیلی خوب دارن کار میکنن یکیشون از همه بهتره اون یکی که از همه بهتر هست تو خریدیم و بالای 100 درصد قیمت سهامش سود داد تو همون بورس ایرانی که شما میگید آقا نمیدونم رانت و دولت دستکاری میکنه و بازار خرابه و دولت چرا حمایت نمیکنه و از این حرفا تو همون بورسی که خیلی از مردم متضرر شدن سهمایی بوده که شما میتونستی اینطوری بخری و بالای 100 درصد سود بگیری یا مثلا پارازایلین پارسال خیلی خوب گرون شد قیمت پارازایلین خوب رفت بالا یه شرکت دیگه هستش که تو ایران ببخشید پالایشگاه و پارازا... پارازایلین تولید میکنه ما با خرید اون مثلا دوباره یه چیزی فکر میکنم 90 درصد سود گرفتیم یه ذره دیر خریدیمش اگه به موقع خریده بودیمش اونم بالای 100 درصد سود میداد ولی اونم حالا به نزدیک 90 درصد سود داد پس ببینید توی سالی که بورس ایران اصلا سال جذابی نداشت و توی سالی که خیلی از مردم میگفتن آقا اصلا تو بورس هیچ خبری نیست شما یه همچین سودهای خوبی میتونستی شکار کنی امسال هم میشه شکار کرد به شرطی که اینایی که دارم میگم و بری بررسی کنی خب داشتم میگفتم اگه کجا هستی چیکار میتونی بکنی اگه تو اروپا هستی یه کارگاه تولیدی داری یا یه رستوران داری حواست باشه که نرخ گاز داره زیاد میشه اولین کاری که میتونی بکنی اینه که با شرکت گازی که ازش قرارداد داری تماس بگیری و باهاشون صحبت بکنی ببینی میتونه قیمت گازت رو فیکس بکنی یا نه بعضی از در واقع کارخونه جات کارگاه ها یا رستوران ها میتونن قرارداد فیکس داشته باشن روی نرخ گاز اگر بتونی فیکس کنی احتمالاً به چون قیمت داره بدجوری میره بالا اگر توی ایران هستی یا تو هر جای دیگه از دنیا هستی تو دبی هستی شرکت صادرات واردات داری من بهت گفتم که چه چیزهایی داره گرون میشه دیگه پس میتونی حساب بکنی که الان بهتره چی و بخری یا چی و نخری چه چیزی قرار قیمتش در آینده افزایش پیدا بکنه و در واقع از این تحلیلایی که کردم تو کار صادرات وارداتتون احتمالا میتونید استفاده خوبی داشته باشید خلاصه که به نظر من این بینش اقتصادی رو اگر داشته باشید که بتونین تحلیل بکنین چه چیزی کی داره گرون میشه و چرا داره گرون میشه کدوم کشور مثلا صادرکننده کننده چیه وارد کننده چیه کدوم محصول الان تو زنجیره تامینش به مشکل برخورده دنیا به راحتی میتونی متوجه بشی که کجا سرمایه گذاری بکنی سود میکنی و کجا حواست باشه که سرمایه گذاری نکنی یه وقت ضرر کنی ریسک بکنی و پولت از بین بره در وهله اول آدم باید جلوی ریسکای خودش رو بگیره ریسکا رو محدود بکنه ریسکای فقط منطقی انجام بده تا بتونه سودای خوبی کسب بکنه امیدوارم این توضیحاتی که براتون دادم مفید بوده باشه و انشاءالله که هر جا هستید پرسود باشید تنتون سالم زندگیتون خیر و برکت قربان شما خدا نگهدار